دشمن متاسفانه به مناطق مسکونی حمله میکرد اینا. منتها تا قبل از عملیات بیت المقدس یه شکلی داشت، اما بعد از عملیات بیت المقدس و فتح خرمشهر این کاملا شرایط متفاوت شد. حالا قبل از اون به مناطق مرزی بود، شهرهای مرزی، روستاهای مرزی، هدفش هم این بود که حالا آواره کردن و یه مقداری به اصطلاح فشار آوردن به نظام مقدس جمهوری اسلامی رو. اما بعد از فتح خرمشهر دیگه هدف جنگ شهرها یا حمله به مناطق مسکونی فراتر از اینا بود. یعنی اونجا فشار رو به مناطق مسکونی برای اینکه بتونه شکست‌های خودش رو تو خطوط مقدم جبهه جبران بکنه. یعنی اونجا واقعا از نظر حیثیتی و از نظر توان نظامی بیشتر سعی داشت اونجا اون صحنه اصلی که نمیتونه در واقع در مقابل رزمندگان بیسته، از یه صحنه دیگه که براش سهل الوصول تره بتونه جبران اون شکست رو بکنه. مناطقی را که مشاهده میکنید خانه های مردم اندیمش هستش که هدف موشک های جهنمی صدامیان قرار گرفت. مردم و اکیپ های امداد با هر وسیله ممکن در حال یاری رساندن به مصدومین و خارج ساختن اجساد شهدا از زیر آوار می باشند. در عملیات خیبر تشدید شد حملات موشکی و بمباران شهرها و اگه یادتون باشه مردم بعد از اینکه این تخریبا صورت میگیره موشک میخورد اونجا جمع میشدند و یکی از شعارهایی که میدادند این بود که موشک جواب موشک. شهید مقدم میگفت که این برای من خیلی سنگینه که امام ما، ولی فقیه ما و فرمانده ما تو دستش چیزی نداره که جواب مردم بده و این مثل بغض در جلوی من هست. من باید اینو فراهم بکنم برای امام. لذا ایشون تصمیمش رو گرفته بود، رفت سراغ موشکی و اوایل سال 63 بود که این بحث رو انجام داد. آقای حسن تهران مقدم به خاطر سابقهش، تواناییش و به خصوص حضور مستمرش در جنگ، این هم خیلی مهم بود که این نفر بمونه، انتخاب شد برای تشکیل گروه موشکی سپاه که هم بتونه این گروه تشکیل بده هم بتونه عملیات کنه. فقط آوردن موشک هم کافی نبود، بتونه توان عملیاتی داشته باشه و عملیات انجام بده. برد ما با توپخانه برد محدودی بود و نیاز داشتیم که ما عقبه های دشمن رو تا بغداد رو هدف قرار بدیم و تشکیل موشکی سپاه بیشتر برای هدف قرار دادن عمق دشمن بود. بنابراین اینجا باز اون نقطه شروع ورود سپاه در مقابله با جنگ شهرها بر علیه عراق بود اینا، اونم با این فقر امکاناتی، با این محدودیت امکاناتی. ایشون با 7-8 نفر معدود اون موقع رفتن در کشور سوریه آموزش دیدند و تازه اونجا که رفتن دیدن مثلا پرتاب موشک فرض کنید 20 چند تا تخصص لازم داره، اینا مثلا 11 نفرند، لذا بعضی از اینا 2-3 تا تخصص آموزش دیدند. و پس از برگشت این نیروها با این شرایط در کوتاه‌ترین زمان که به اصطلاح ممکن بود این آموزش ها گذرانده میشه، همزمان با تجهیزات که منتقل میشه و اینجا در واقع میشه گفت جمهوری اسلامی ایران صاحب در واقع تسلیحات موشکی میشه، به طور رسمی در واقع اولین تیپ موشکی در واقع جمهوری اسلامی ایران که به کارگیرنده در واقع موشک اسکاد بی هستش شروع به فعالیت میکنه. در اسفند سال 63 جمهوری اسلامی ایران موشک زد که اول به کرکوک زد. صدام برای این که جو روانی ایجاد بکنه و بگی مثلا فلان، گفت که اینها کار خرابکاری و بمبگذاری بوده، موشک نداره ایران و فلان اینا. بعد این دفعه گفت خب موشک نداریم، خیلی خوب ما الان بغداد میزنیم، شما جلوشو بگیرید. اصلا قبلش اعلام کردن که بغداد میزنیم، که اول موشک به اون بانج رافدین خورد و دومیش هم نتیجه وزارت دفاع خورد در همون اسفند ماه. و در واقع صدام و دنیا فهمید که ما به توان موشکی دست پیدا کردیم.
یقینا این رو میتونیم ادعا بکنیم که اگر اقدامات موشکی جمهوری اسلامی ایران که واقعا شهید مقدم در رأس این مجموعه به اضافه در کنار اون بچه هایی که تو این مجموعه زحمت کشیدن، واقعا اگر نبود یقینا دامنه جنگ شهرها تو دوران دفاع مقدس خیلی فراتر از این چیزی بود که ما شاهد بودیم. شاید بعضی ها مقدم رو به عنوان یگان عملیاتی موشک و به کارگیرنده موشک بشناسن، در صورتی که مقدم کلن در شکلگیری توان موشکی در جمهوری اسلامی نقش داشت. در صنعت بیشترین پیگیری کننده و محرش و مدیر و خط دهنده شهید مقدم بود. همواره به دنبال این بودن که این مجموعه اصطلاح‌ها رو برن به سمت بومی سازی اینها، برن به سمت طراحی و ساخت اینها. برها چون شروع کار بود هنوز نتیجه ملموسی احساس نشد، تا اینکه در اواخر جنگ، یعنی اواخر سال 66، ما شاهد تولید و ساخت موشک نازاد هستیم، اینا راکت نازاد. اما توانایی آقای تنان مقدم به اینجا ختم نشد، یعنی بسته نشد، بلکه خالی درست در این مجموعه پرورش داد که بتوانن کار کنن. یعنی مثلا یکی از هنرهاش تربیت کادر بود، کارسازی بود، میدون دادن به دیگران بود. خب خیلی مهم بود در زن کشم کارسازی بکنیم، یعنی عملیات گروه موشکی سپاه رو اینقدر خوب فعال کرد و مؤثر کرد یه خودش ضرورتی نمیده که در گروه موشکی بموند. اومد ساخت موشک رو در دستور کار قرار داد و در کنار اون بحث‌های عملیاتی، بحث‌های طراحی و ساخت که خود وزارت دفاع در واقع بخشش رو متولیش بود، در یک همکاری نزدیک، این ارتباط و همکاری باعث شد در حقیقت ما کم کم شاهد محصولات داخلی باشیم در کشور، مثل شهاب یک، شهاب دو، و بعد در کنار موشک نازعاد سامانه زلزال. منتها جالب بود که دیدم این فکر فعال و مؤثری که در سال 59 و 60 دیده بودیم هنوز هم این فکر مؤثر فعال هنوز هست. شما خیلی بزرگی، شما استعداد درخشان داری، شهید ناهیدی ها تو شما خیلی زیاده، شفیزاده ها هست، شهید قاضی ها هست، قدر باید بدونیم بچه ها، و این استعداد ها رو در جهت سازماندهی بکنیم که بچه ها کمر امریکایی رو بشکنیم. ایشون تمام فکر و تمرکزشون این بود که بحث موشکی رو در واقع که یک نقطه صفر هستش، یک نقطه آغازین هستش، به یک مرحله کمال برسونه، به یک مرحله قابل قبولی برسونه که مثلا کشور بتونه ادعا بکنه که آقا ما دارای توان موشکی هستیم. ما همین کار میتونیم بکنیم، باید بسم الله الرحمن الرحیم اولش گفته بشه، بسم الله الرحمن الرحیم که بگویم، همه کاری میشه بکنیم، به نام خدا شروع کنیم که خدا کمک بکند. خیلی از تلاش‌های شهید مقدمم بر مبنای این راهبردی که مقام معظم رهبری مشخص کرده بودن در واقع شکل گرفته بود، این که ما بتونیم بلافاصله بعد از هر اقدام دشمن ظرف کمتر از 10 دقیقه پاسخ رو باید بدیم. یعنی امروز نقش سلاح در واقع موشک‌های زمین به زمین نسبت به بقیه سلاح‌ها کاملا متمایزه، یعنی اثرگذارتر و عرض کنم خدمتشون نقش آفرین‌تر. حالا شما تو اینو تو حوزه عملیات، تو حوزه در واقع تخصصی و فنی مهندسی،
کاملا بومی سازیش کردی، تکنولوژی کاملا پیشرفته و توان دفاعی کشور رسیده به یک نقطه‌ای که میشه یک نمره قابل قبولی بده که این توان پیدا کرده بازدارنده باشه در مقابل تهدیدات مثل تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی. شاید صنعت ما هم اون موقع باورش نبود که بتونه موشک بسازه و با اصرار مقدم بود که وارد این بحث شد، ادامه پیدا کرد و در واقع الان یکی از قدرت‌های مهم بازدارندگی ما بحث موشکیه و نه تنها برای ما، بلکه شما الان می‌بینید برای مقاومت فلسطین هم قدرت بازدارندگی ایجاد شده و من به استعاره بگم که این سفره موشکی که شهید مقدم باز کرد خورده نون‌های این سفره دست فلسطینی هست، چون کار دارن باش میکنن که اسرائیل رو به زانو در آوردن و در واقع تسلیم کردن. برای اولین بار ما دیدیم که نه یک مرتبه بلکه دو مرتبه اسرائیل تسلیم شد. خب اینها در واقع یکی از آثار کوچیک کارکرد افراد با ایمانی مثل شهید مقدم هستن، افرادی که به خدا وصل شدن، اولین قدمشون رو در توپخانه با آیه و ما رمیت از رمیت و لاکن الله رما شروع کرد، تا آخرین روز هم روی موشکاش هم همین آیه رو می نوشت و من به عنوان دوست و رفیق نزدیکش می دونم که قلبا این اعتقاد رو داشت که وقتی ما گلوله موشک چیزی رو پرتاب می کنیم این خداست که با دست ما پرتاب میکنه، ما نیستیم که پرتاب میکنیم. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، الا بچه ها به قول علما میگن این است و جز این نیست، تأکید مؤکد بچه ها، هیچ نصر و پیروزی بچه ها نیست الا انکه جانب خدای عزوجل باشه. و امروز بچه ها خدای عزوجل بزرگی و عزتش رو تابوند نقاط کور، نقاط سیاه، نقاط نادیده رو خدا به فضل بزرگش روشن کرد و عزتش رو تابوند بر شما. الحمدلله رب العالمین.